عبدالرضا احمدی دبیر دفتر امور سیاسی و روابط بین الملل حزب ایران نوید از فرانکفورت با ما همراه شدند. جناب احمدی، خب این دومین روز نشست بود. روز گذشته نشست مشابهی در پارلمان اروپا برگزار شد با حضور و سخنرانی هانا نویمن و دیگر مقامات اروپایی. اساسا به زعم شما هم برگزاری این نشست در حالی که هفته گذشته سفر شاهزاده پهلوی رو داشتیم به اسرائیل به منطقه و با ملاقاتی که با نتانیاهو انجام شد، اساسا روند فعالیت‌های اپوزیسیون رو شما چطور ارزیابی می‌کنید با تمامی این تحولات؟ بله، درود به شما بینندگانتون. ببینید، من معتقدم که اپوزیسیون داره یک شخصیت مستقل و که حالا به رسمیت هم شناخته داره میشه توسط دولت مردان خارجی در پیدا میکنه و این یک روند روبروشته. ما در خصوص خود سفرهای مخصوصا دو سفر اخیر شاهزاده که خب کاملا معنای سیاسی متفاوتی داشت، چه دیدارشون در اسرائیل با دولت در واقع اسرائیل که خب یک یعنی تنها میشه گفت دموکراسی خاورمیانه است، و حالا هم در ایتالیا و در کنار دیدار رسمی دیداری که با واتیکان قرار داشته باشن که اون هم در واقع یک دیدار به نظرم مهم نیست، برای اینکه ارتباط دارن با جامعه عظیم مسیحیان که خب اونها هم برای هم تجربه در واقع گذار رو به دموکراسی داشتن به عنوان کسانی که یک زمانی خودشون زعامت سیاسی داشتن و بعد رفتن و بدل شدن به موعظان روحانی، و هم در واقع اون دایره نفوذی که در امریکا و کشورهای اروپایی دارن، و خود نکاتی که به طور مثال الان بخشش رو پخش کردید، اینکه دیاسپورای ایرانی داره تلاش میکنه تصویری رو به دنیا ارائه کنه به عنوانی که آلترناتیو وجود دارد، و وقتی به نظرم این تصویر از طرف کسی که من حالا به عنوان یک رهبر سیاسی میشناسم و نه تنها من، خیلی زیادی از افراد، حالا رهبر سیاسی هم به آن معنا که طبیعتا ایشون نمیخوام بگم رهبر 85 میلیون ایرانی است، نه، به عنوان فردی که در لایه‌های مختلف جامعه ایران طرفدار داره، نفوذ در واقع روش و کلام داره، و دو یک منش دموکراتیک داره، یعنی مدل رهبر کاریزماتیک هم نیست، اتفاقا یک بینش دموکراسی خانه داره. این رو وقتی که در جمع‌بندی میکنید در واقع نشستایی که حالا در دو نشست قبلی و احتمالاً در نشستای آینده کاملا سیاسی تر داره میشه، نشون میده که ما در دیاسپورا داریم یک فرمی رو به جهان در واقع غیر ایرانی، به دولت مردان ارائه میدیم که آلترناتیوی موجود است که میتواند هم خاورمیانه را با آرامش و بعد به تبع تبعاتش در خود اروپا، به خصوص در اروپا که مسئله امنیت براشون مهمه، اینها شدنیست، منتها باید اقداماتی دو طرفه انجام بشه، هم در واقع کمک‌هایی رو اروپایی‌ها بکنن، آمریکایی‌ها بکنن به اپوزیسیون که کاملا هم طبیعیه، و تجربه جنبش‌ها نشون میده که وقتی که این کمک در یک حد معقولی وقتی رخ میده، جنبش در واقع میتواند اون دیکتاتوری رو عقب بزنه. و همین خاطر من اگر بخوام یک معدلی بگیرم، اپوزیسیون ایران تجربه میکنه، اما همونجوری که همیشه میگم این انسداد سیاسی وجود نداره، بلکه در راه تجربه داره آزموده میشه و داره راهکارهای عملیاتی ارائه میده، و مثل کاری که مثلا نفتی داره میکنه با قانون مهسا که اونم خب کار مهمی است، و امیدوارم که بقیه سازمان‌های سیاسی هم چنین رویه‌های عملگرایانه رو به کار ببندن و به اون سمتی بریم که به زودی دموکراسی رو در ایران به وجود بیاریم و مردم بتونن در یک رفراندوم شرکت کنن برای اینکه اون چه که میخوان رو انتخاب کنن. جناب احمدی، این به رسمیت شناخته شدنی که در ابتدای صحبتاتون به اون اشاره کردین، فکر میکنید چقدر میتونه در نهایت منجر به هدفی بشه که از طرف اپوزیسیون تا حدودی دنبال میشه، منجر به ایجاد فاصله بین مقامات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی، حالا فاصله چه از بعد دیپلماتیک تا ابعاد اقتصادی؟ ببینید، جمهوری اسلامی یک سیستم ناکارآمد است، و سیستم‌های ناکارآمد تجربه تاریخی نشون میده هر سیستمی که
دچار ناکارآمدی میشه، یعنی هم مشروعیت سیاسیش رو از دست میده، یعنی یک زبان گفتگو بین اون حاکمیت و مردم که حالا در حال به مشروعیت ما میشناسیم وجود نداره که در حال حاضر جمهوری اسلامی در این فازه، و دوم خود سیستم یک ناکارآمدی داره، چه در عرصه محیط زیست، چه در عرصه حکمرانی در واقع معیشت شهروندان، سلامت شهروندان، فساد کلانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی است. پس ما یک سیستم ناکارآمد داریم در اینجا که که اگر میبینید داره کار میکنه به واسطه در واقع یک اقلی از درآمدهایی که حالا نفتیه یا به واسطه مالیاته، و داره با نهاد سرکوبگرش مردم رو در یک سطحی در واقع از سرکوب نگه میداره و یک اوضای نسبتاً در واقع طوفانی در حتما یک وجود داره، اما یک اوضاع نسبتا آرومی رو ایجاد کرده. در این شرایط تاریخ جنبش ها نشون میده که جنبش ها و اون بدنه جنبش همیشه دنبال تغییره. برای اینکه این تغییر فرم عملیاتی پیدا کنه، یک، بعد در درون خود جنبش تحرکات انجام بشه که خب این اعتصابات 402 نشون میده که واقعا تحرکات هست، نارضایتی ها و نارامی ها هست، و این نارامی ها اتفاقا داره به یک حالت سازمان یافته، یعنی تشکل ها نگاه کنید بیش از 80 کارخانه در مدل های مختلف صنعتی، ترابری، نفتی دارن اعتصاب میکنن. این طبیعتا به دایرش به نظرم به حوزه های دیگه هم کشیده میشه. وقتی این فضا وجود داره، حالا یک آلترناتیو باید خودشو عرضه کنه. وقتی میگم یک آلترناتیو، منظورم یک نفر نیست، بلکه یک نگاه و یک سیستمی است که در مقابل سیستم موجود قرار میگیره، که این طرف من میبینم اون داره شکل میگیره، اتفاقا هم در پایه‌های دموکراسی داره شکل میگیره، یعنی آدمهایی که دارن خودشون رو ریپرزنت میکنن به عنوان در واقع اپوزیسیون، همش مطالبهشون اینه که رفراندوم باشه، مطالبهشون اینه که ما باید دموکراسی به وجود بیاریم، مطالبهشون که در تعامل با جهان باشیم. نمونهش همین سفر شاهزاده میگم با اسرائیل، که خب کشور مهمی است به لحاظ بار مفهومی که میتواند به دنیا صادر کنه. وقتی این اتفاق افتاد، خب برای طرف غربی به یک نقطه اطمینانی است که اگر قرار باشه حمایت بکنه از این اپوزیسیون، قرار نیست تجربه مثلا افغانستان یا تجربه عراق یک آشوب دیگر رو رقم بزنه. بلکه قرار از شما عبدالرضا احمدی عذرخواهی می‌کنم که زمان ما کمی کوتاه هست، دبیر دفتر امور سیاسی و روابط بین‌الملل حزب ایران نوین که از فرانکفورت با ما همراه بودیم.